خدا. سلام به همه شما دوستای خوبم. ما در ریاضیات گسسته یه پیش دانشگاهی قصد داریم به روشی ساده و متفاوت به بررسی 4 فصل این کتاب بپردازیم. این مبحث فصل گرافی که من سعی کردم در 4 جلسه تمام مطالبی که احتیاج است رو بگنجونم. درس گسسته توی گروه آموزشی رایا درس درجه 6 از 10 گرفته. توی جلسه اول قصد دارم مفاهیم کلی گراف رو بگم. در جلسه دوم ادامه مباحث گراف. جلسه سوم دوره گراف، درخت و ماتریس و غیره. و در جلسه چهارم سایر مباحثی که باقی میمونه رو توضیح خواهم داد. پس گفتم توی جلسه اول قصد دارم مفاهیم کلی گراف رو بگم. قبل از ورود به نظریه گراف و ارائه تعاریف مربوط به آن، دو شکل زیر رو به عنوان مقدمه ارائه میکنم. دو شکل رو من از قبل برای شما کشیدم. نمودارهای فوق دو نمونه از گراف رو نشان میدهند. در مورد اول گراف غیر جهت دار، ولی در مورد دوم گراف جهت داره. در هر گراف هر نقطه را رأس یا گیره و هر پاره خط یا منحنی که دو رأس رو به هم متصل می کند رو یال می نامند. همونطور که از نمودارهای فوق پیداست، ممکنه دو یال یکدیگر رو در یک نقطه که رأس نباشه قطع نکنند. توجه داشته باشید که مجموعه رأس ها و مجموعه یال ها گراف رو تشکیل می دهند و هر گراف رو می توان با یک نمودار موسوم به نمودار گراف نمایش داد. حالا می خواهم معرفی چند مفهوم رو بگم که به عنوان تذکر همیشه گفت. معرفی چند مفهوم یا تذکر. 1. هر یال می تواند به صورت خط راست یا منحنی باشد که از یک رأس به رأس دیگر و در گراف جهت دار از یک رأس به خود آن رأس وصل شود. یالی که یک رأس را به خود آن رأس وصل می کند حلقه یا توقه نامیده می شود. 2. دو رأس که به وسیله یک یال به هم متصل شده باشند را دو رأس مجاور می گویند. 3. هر رأس را با یک حرف کوچک لاتین مانند A, B, C و غیره یا V1, V2, V3 و غیره و هر یال را با دو رأس آن یعنی A, B, بی سی و ای سی و غیره یا ای یک، ای دو، ای سه و غیره نامگذاری می کنند. این مطالبی که میگم مباحث کلی و مهمه. اگر این تعریف اصلی را بدونین خیلی راحت با مبحث گراف کار خواهید کرد. یعنی اینا لازمه، اینا رو که بدونین لازمه اینه که بتونین گراف رو حل کنین و سوالهای مربوط بهش رو پاسخ بدید. 4. در گراف جهت دار دو یال که ابتدا و انتهای یکسان داشته باشند رو یال های موازی گویند.
5. بدیهی است که گراف غیر جهتدار نمیتواند طوقه یا یالهای موازی داشته باشد. بدیهی. شش. در هر گراف رأسی که شامل هیچ یالی را نباشد رأس منفرد میگیم. پس رأس فاقد هیچ رأس شه رأس منفرد. 7. ممکن است گراف هیچ یال نداشته باشد. چنین گرافی را گراف توهی مینامند. گرافی که حداقل یک یال داشته باشد را گراف غیر توهی میگن. پس گراف فاقد هیچ یال گراف توهی، گراف دارای حداقل یک یال گراف غیر توهی. مثلا در گراف هایی که توی مثال قبلی گفته بودم که بازم الان براتون میارمش، خب مثلا در گراف مثال 1 این رأس و این هم یال، یا در گراف مثال 2 V5 رأس منفرده، V7 V6 یا V7 فرق نمی کنه رأس، این هم که یال، اینها هم یال های موازی. خب پس این مباحثی که توضیح دادم رو توی شکل براتون گفتم، یال های موازی، یال، رأس، رأس منفرد. مبحث بعدی که میخوام بگم گراف غیر جهت داره. یک مجموعه متناهی و ناتوهی از رأس ها و یک مجموعه از یال ها به طوری که یال ها رأس های مجزا را به هم متصل کنند ساختاری را به وجود میارند. به آن یک گراف غیر جهتدار میگویم. به عبارت دیگر جی وی و ای، جی مساوی است با وی و ای ساختاری مرکب از یک مجموعه متناهی و ناتوهی مانند وی و مجموعه شامل زیر مجموعه های دو عضوی از عناصر وی مانند ای میباشد. عناصر وی را رؤوس و اعضای ای را یالهای گراف می نامند. مثال: اگر وی مساوی است با A, B, C, D و ای مساوی است با A و B, C و D، B و D آنگاه G, V و E گرافی است که 4 رأس و 3 یال دارد. شکلش رو من از قبل کشیدم برای شما میارم. میبینیم که 4 رأس و 3 یال دارن. اینا یالاشن و اینا هم رؤوسشن. این گراف دارای نموداری به این شکله. اگر A و B دو رأس از یک گراف غیر جهت دار باشن، یالی که این دو رأس رو به هم متصل میکنند رو به صورت A و B یا به اختصار AB
و گاهی EI نامگذاری می کنند. گراف جهتدار. گراف جهتدار G مساوی V و E ساختاری است مرکب از یک مجموعه متناهی و ناتوهی V و مجموعه شامل زوجهای مرتبی از اعضای V مانند E می باشه. در گراف جهتدار یال‌ها به صورت پاره خط جهتدار یا پیکان می باشن. مثال اگر V برابر باشه با A, B, C, D و E و E برابر باشه با A و D, A و C, A و E, B و A, C و D, C و B. آنگاه G, V و E گرافی است که من شکل از قبل برای شما کشیدم. گرافی است که 5 رأس و 6 یال دارد. 1, 2, 3, 4, 5 و 6 یال. این گراف دارای نموداری به این شکل رؤوس رو کشیدیم و بعد یال ها جهت دارم هست. در یک گراف جهت دار دو یال مجزا با مجموعه یکسان از نقاط پایانی رو موازی می نامند. در یک گراف جهت دار یالی که یک رأس رو به خود آن رأس وصل می کند ابتدا و انتهای آن بر هم منطبق باشند رو حلقه یا توقه می گیم. این شکل رو دقت کنید. من از قبل آمادش کردم. الان اینجا این حلقه است یا توقه. این دوتا هم این دوتا یال های موازی. این یال و این یال یال های موازی هست. خب مبحث بعدی گراف های مساویه. دو گراف G1 برابر V1 و E1 و G2 برابر V2 و E2 را مساوی گویند هرگاه V1 برابر V2 و E1 برابر E2 مانند این دو گرافی که من از قبل برای شما کشیدم. الان این دو گراف با هم مساوی هستند. چرا؟ چون هم رؤوس و یال هاشون با هم برابره. حالا تعریف گراف ساده. گراف ساده گرافی جهتدار یا غیر جهتدار. گرافی است که هیچ حلقه یا یال‌های موازی نداشته باشد. نتیجه‌ای که از این می‌گیریم تمام گراف‌های غیر جهتدار ساده هست چون هیچ حلقه یا یال‌های موازی ندارند. دیگه شکلی که از قبل کشیدم. دقت کنین این گراف ها سادن چون این الان جهت دارشه و این غیر جهت دارشه. حلقه ندارن، یال‌های موازی هم ندارن. گراف چندگانه. که شکلش از قبل آماده شده.
اگر گراف جهتدار شامل یال‌های موازی یا شامل حلقه باشد، به آن گراف چندگانه میگویند. الان این گراف چندگانه است. نتیجه هر گراف که ساده نباشد چندگانه است. توجه کنید که از اینجا به بعد هر جای کلمه گراف آورده شد منظور گراف ساده است، مگر اینکه خلافش گفته بشه. الان میخوام نحوه تعیین تعداد گراف های ساده رو بگم. در ابتدا چند تذکر جهت ورود به بحث مطرح میگردد. تذکر شماره 1، ترکیب 2 از این که میشه این در این منهای 1/2 پاره خط میتوان رسم کرد. تذکر شماره 2 بدیهی است که هر مجموعه n عضوی دارای حداکثر ترکیب 2 از n که میشه n در n منهای 1/2 زیر مجموعه 2 عضوی است. نکته، تعداد گراف های ساده که با این رأس می توان تشکیل داد برابر 2/n این در n منهای 1/2 می باشد. اثباتش توی کتابتون کامل هست که می تونین مراجعه کنین. حالا یه مثال بدم. اگر V برابر باشه با A, B و C، تعداد کل گراف های ساده که با رأس های مجموعه V تشکیل میشن رو به دست بیاریم. بعد اونا رو رسم کنید. تعداد گراف های ساده 2/n n در n منهای 1/2 2/n v موس 3 در 3 منهای 1/2 که میشه 2/3 مساوی 8. من شکلاشو از قبل برای شما کشیدم. 8 تا شکل داره. شکل شماره 1 رؤوس رو میذاریم، هیچ یالی نداره. شکل شماره 2 بین A و C یال هست. بعدی بین B و C، بین A و B، این دو یال، این دو یال و این دو یال و در حالت آخر هر سه یال. با رأسهای مجموعه V تعداد کل گراف های ساده که میشه تشکیل داد این 8 هستن. خب بریم سراغ مبحث بعدی. نکته، اگر مجموعه V دارای این عضو باشد، در این صورت تعداد گراف های ساده که با آر رأس از این رأس مجموعه وی تشکیل میشه برابر با تعداد گراف های ساده که با آر رأس از این ایجاد میشود برابر با ترکیب آر از این ضرب در 2/ آر در آر منهای 1/2. این فرمول رو داشته باشیم. حالا میخوام تعریف مرتبه و اندازه گراف رو بگم. تعریف، اگر جی وی و ای یک گراف باشد، تعداد رؤوس جی یا تعداد اعضای وی را مرتبه جی میگن و اون رو با پی جی یا به اختصار پی نمایش میدن.
واضح هست که در هر گراف باید پی همون عضو مجموعه اعداد طبیعی باشه، یعنی باید پی عضو n باشه. پس گفتیم مرتبه گراف یا پی میشه تعداد رؤوس. حالا تعریف اندازه گراف، اگر جی وی و ای یک گراف باشد، تعداد یال های جی یا تعداد اعضای ای را اندازه جی می نامند و اون رو با کیو جی یا به اختصار کیو نمایش می دن. واضح هست که در هر گراف باید کیو مون عضو مجموع عدد حسابی باشه، یعنی از صفر بعد شروع شه. یعنی ما می تونیم یال نداشته باشه ولی هیچ وقت پی همون از صفر شروع نمی شن. نمی تونیم، رأس ما صفر نمی تونه باشه. پس گفتیم اندازه گراف یا کیو مساوی تعداد یال ها. یه مثال میزنم. من شکل رو از قبل آماده کردم، برای شما میارم. البته اینجا هم یه رسم منفرد وجود داره به نام F. خب مرتبه گراف اینجا چنده؟ پیمون برابر تعداد رؤوسمون بود، گفتیم 1, 2, 3, 4, 5 و 6. کیومون هم برابر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8. نکته، در هر گراف ساده مانند جی، اگر پی مرتبه و کیو اندازه آن باشد، همواره داریم کیومون بین ترکیب 2 از پی و 0. پس تا اینجا با مفهوم کلی گراف و نمادها آشنا شدیم. در جلسه آینده ادامه مبحث گراف رو با هم کار میکنیم. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.